دیگر به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس برنامه دیدگاه از این لحظه به مدت یک ساعت در خدمت شما هستم و در این برنامه آقای سیاوش اوستا ما را همراهی خواهند کرد. این روزا یکی از مسائل جالب این است که تعدادی از چهره‌های شاخص مجاهدین خلق دارن در حال استعفا میدن و کارشون رو راه میکنن میرن. آقای وفا یغمایی عضو سابق نامدار و رده بالای تشکیلاتی شورای ملی مقاومت که تاکنون بیش از 100 ترانه و سرود انقلابی و حزبی سروده بوده و در کلیه عملیات چریکی شرکت داشته از اعتقادات حزبی خودش اعلام در حال براعت کرده و گفته اگر دوباره برگردم به زمان انقلاب هرگز در آن شرکت نمی کنم. ما آن روزها سلطنت رو در حال باش مبارزه می کردیم در حالی که شاه روح شاد بهترین دوران تاریخ ایران رو ساخته. ایشون البته تنها فردی نیست که کناره گیری کرده، ایشون هم آقای اکبر معارفیه که اونم گزارش بسیار مشروعی که داده علت اینی که از شورای ملی مقاومت کناره گیری میکنه در حال این رو اعلام کرده. با سوئد هم اختلافات شدید در هر روز افزایش پیدا میکنه و رژیم برای اینکه فشار به دولت سوئد زیادتر بگیره هر روز یکی از این افرادی رو که توریستن میان در ایران اینا رو در فرودگاه یکی بعد دیگری دستگیر میکنن، میگن این اسدی رو حمید نوری رو اینا رو آزاد بکنین، مخصوصا حمید نوری که به زندان ابد در سوئد محکوم شد. امروز عرض کردم که آقای سیاوش اوستا با ما هستن و هفته قبلشون مرخصی بودن، گفتن مسافرت رفته بودن، بهشون خوش گذشته ایشالله و امروز در این برنامه تنها چهره هستن که با ما همراهن و در زمینه های مختلف با هم بحث و گفتگو میکنیم. درودی به شما آقای سیاوش اوستا عزیز، ایشالله که مرخصی هفته گذشته خوش گذشته بهتون. درود بر شما استاد شرفشاهی، درود با آقای شهرتی عزیزم و برادرم مهندس امیر شجره و همه بینندگان مهربان در سراسر جهان. استاد شرفشاهی جای شما خالی بود. به هر حال تو ایران من صدا شما نمیشنوم. بله خب حالا برسیم به مسائلی که باید دربارش در این برنامه بحث و گفتگو کنیم و مهمترین سوژه‌ای که شما برای ما امروز دارین در چه رابطه ای هست؟ استاد شرفشاهی چون شما اشاره کردید به مهربانیار عزیزم اسماعیل وفا یغمایی که از سازمان جدا شده، من از همینجا درودم میفرستم به جوان رعنا که سالها در مشهد ما زندان بود. اسماعیل اسماعیل وفا یغمایی سالها در مشهد زندان بود و مهدی هبیشنچی و دوست نازنینم امیر اکبری و یک سری دیگه از این کسایی که سرسران سازمان بودن در زندان و کلاهات بودن. میخوام من اینو بهتون بگم استاد شرفشاهی که خود اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق اینا رو میگن، یعنی این صحبت من و شما نیست، خود اینها که زیاد هم از جان جدا شده ها میگن. از وقتی مریم رجوی شد همردیف، همردیف اسم یک کتابی بود که من نوشته بودم و آقای مسعود رجوی اون اسم رو گرفت، من نوشته بودم زن برای رهایی به پا خیز، زن همردیف مرد و ایشون همردیفی خودش رو اون موقع اعلام کرد اون سال و مریم که همسرش شد دیگه کم کم تمام قدرت مریم به دست گرفت و مردم الان خود مجاهدین معتقدن که یک کودتا صورت گرفته و خانم رجوی اصلا آمده که این سازمان رو در خدمت جناح اصلاح طلب نظام جمهوری اسلامی قرار بده و گذاشته، به ویژه از موقعی که ایشون در پاریس بازداشت کردن که من در جریان بودم با 40 نفر دیگه میخواستن تحویل ایران بدن، من از جاکیرای خواستم که تحویل ندن، رفتم در میان مجاهدین که خودشونو میسوزندن و تحسن کرده بودن جلو وزارت کشور، گفتم
من به شما قول میدم که فردا مرگم آزاد بشه، کسی خودش نسوزونه و غیره. میخوام بگم از همون موقع اینها معتقدن که این مریم خانم قاجار که میخواد که حکومت قاجار باشه، و الان حکومت قاجار بدتر در ایران هست، یعنی سادات تازی که ببینیم قاجار هم سادات بودن، سادات تازی بودن، ایران رو منجلاب کشیدن، رضا شاه اومد نجاتش داد، و الان اینها هم آقای شرفشاهی خوشحالن که تو خیلی باشه مریم جان رئیس جمهور باشه و هارتو پورتاش تو ایران بره 10% 20% میخواد رای بیاره که کاری نمیشه. حالا از اون هنگام تا به امروز آدم های مهم زیادی جدا شدن از سازمان، از همه مهمتر آقای دکتر متین دفتری و خانمش، یا مثلا حزب دموکرات کردستان، بنی صدر که رئیس جمهور بود که هیچ، اون هیچ، یک دکتر مسعود بنی صدر دیگه بود که در شخصیت علمی، یا همین آقای مستاقی، آقای شرفشاهی، الان تمام اخبار دنیا جریان سوئد و این یارو که محاکمش کردن و میخوان پسش بدن، این جنجال را اصلا و محاکمه بابا آقای ساخت به نام ایرج مستاقی، ایرج مستاقی هم جدا شده این سازمان مجاهدین خلقه، یه شخصیتی که نشون داد یه نفره کار یک لشکر رو انجام داد. بعد دکتر محمد رضا روحانی آقای شرفشاهی وزیر دادگستری اینا بود تازه که اومد بیرون، آقای دکتر کریم قسیم سخنگوی بود، سخنگوی تشکیلات اومد بیرون، یکی از انسان‌های بسیار فرهیخته که رهبری دانشجویی رو در خارج از کشور به عهده داشت، آقای امیر امیری سال‌ها اومده بیرون، اسماعیل وفای اقمری شما گفتین، آقای خدابنده، آقای خدابنده یه شخصیت علمی اومده بیرون، دکتر آزمایش، همه شما می‌شناسیدش، دکتر آزمایش برنامه هم داره تو تلویزیون پارس، رهبر گل‌آبادی است الان، دکتر آزمایش هم در شورا بود با همون سالی که با هم رفیق بودیم، ایشون اومد و سعید شاه‌سوندی و قربان علی که اصلا مترجم هم هست بود، از اینا زیادن، همه اومدن بیرون، یعنی از وقتی مریم شده چیز همه اومدن بیرون، ادخلو که نشدن یا خروجون شدن بسیار، و سازمان و تشکیلات هم که میدونیم هیچ فرقی با جمهوری اسلامی نداره، برای حسین سینه میزنن، قرآن به سر میکنن، روزه خونی و و و و الاخر، و میبینیم لفشک رسالی هم هست یک وحدتی که شاهزاده گفت صورت میگرفت که لاغل اینا که ده درصد هم رای دارن میبودن که اینا منتفی شده، حالا با مهر یزدان پاک به زودی شهریاری میره تو ایران، و امشب من این خبر خوش رو برای شما ثابت میکنم آقای شرفشاهی در این مدت کمی که داریم. بله، این بعضی هاشون میبینیم که اومدن بیرون نسبت به رژیم پادشاهی و فعالیت هایی که علم رژیم کردن ابراز ندامت میکنن و در حال ستایش میکنن از فعالیت های شاه، و میگن ما شاه رو موقع نمیشناسیم نمیفهمیدیم، ولی الان میفهمیم که او چقدر برای مملکت خدمت کرده. به راستی آقای سیاوش عبستان، من همینطور که مطالعه میکنم دیدگاه های مختلفی که در سایت های مختلف میبینم، یکی از نکات مشترک اینه که همه به این اعتقاد دارن که شاه تمام مدت به فکر زندگی مردم، رفاه مردم و آسایش مردم بود، دمی از این اندیشه و فکر دور نبود. بنابراین الان اینایی که رفتن مدت ها مثلا رفتن مجاهد شدن، اون یکی رفته چه بعضیشون، البته این چپ مپا و اینایی هستن که هنوز ولکن معامله نیستن و هنوز مزاحم راه مردم هم و متوجه نیستن که در داخل ایران همین گروه چه گروهی را آوردن حاکم کردن و چه زندگی برای این مردم ساختن. الان دیدم در این شرایط سخت میگن الان در حدود 200 نفر در داخل تهران مالک هواپیماهای شخصی شدن. شما ببینید این زندگی فلاکتباری که مردم دارن، یک گروهی چجوری دارن از زندگی و رفاه برخوردارن و همینطور حمایت میشن از سوی حکومت و اینا هم حکومت رو حمایت میکنن، و 200 میگن اصلا اجاره پارکینگ اونجا میگه 12 میلیارد تومانه، هر کدوم اینا با 12 میلیارد تومان بدن که در ما پارکینگ داشته باشن، بتونن این هواپیماها رو بردارن اونجا پارک کنن و بعد به موقع سوارشن برن. یعنی رفاه برای یک طبقه خاصی هست که بدور از مردمه.
مردم دچار فقر و مسکنتن. خب میبینیم افراد مختلف چه آخونده چه فرد معمولی هست، میبینیم شعر میگه یا سخن میگه، حرف میزنه از اوضاع وخیمه که این آخونده در ایران حاکم کردن. ولی خب همطور که هفته گذاشتم با هم بحث کردیم، اروپا و امریکا دست و دست هم دادن که این رژیم رو نگه دارن و یه لولوی در منطقه داشته باشن، بتونن این کشورهای مختلف. الان شما عراق رو در خبرها آگاه هستین که چه شرایط وخیمی داره، دروازه های مملکت بسته شده و جمهوری اسلامی حتی از ترسش دروازه ها رو بسته در بصره، در بغداد، نبرد ها بین مردم و دو گروه طرفدار جمهوری اسلامی و طرفدار مقتدی سعد همچون ادامه داره، داره خسارت های عراق وارد میشه. بله استاد طرفی، در تایید فرمایشات شما من یه نکته رو بگم اضافه کنم. چون فرمودید در رابطه با شاهنشاه آریامهر و مجاهدین خلق جدا شده، اینو به خود من گفت آقای اسماعیل وفای اقمایی که زندان بوده، یکی دیگه که باز زندان بوده، 7 سال ایشون هم زندان بوده، استاد امیر امیری است، یه هتل بوده زندان، اون زمان هتل بوده. هم میخوام این بگم، این میخواستم بگم، به من گفتن اینها و میگویند که ما از شاهنشاه پوزش میخواهیم. 7 سال زندان بودیم، هر چم سرمون اومد حقمون بود. آقای اینا زندن وجود دارن. اسماعیل وفای اقمایی وقتی شعر میخون تمام مجاهدین تو دنیا رادیو را پخش میشد، گوش میکردن، حال میکردن، گریه میکردن. میگه امیر امیری میگه، امیر امیری رهبر دانشجویان، رفیق مسعود رجوی، رفیق صمیمی مسعود رجوی، زنشو خواهرشو اینا رو گرفتن کشتن، اعدام کردن به خاطر اینکه مادر مسعود رجوی تو مشهد محافظت میکرد. ایشون میگه که من از شاهنشاه آریامهر عذرخواهی میکنم، پوزش میخوام، زندان بودم حقم بود. این یک. دومی که همین ایرج مستاری هم همینطور، تفلین آقای ایرج مستاری شما ببینید یه جنجال جهانی آفریدی که همه دستشون رو چسب بود در جنرال سوئد، یک مجاهد خلق سابق آفرید. حالا آقای شرف شد، اونی که من میخوام اینجا امشب به آقای شما برسونم در تایید گفته شماست، اون اینه، یه راز، این راز رو امشب سیاوش اوستا میگه، چون الان ما در هنگامه رسیدیم که بایستی شهریاری به ایران برگرده. شهبانو اعلام کرد شهریاری رو، حسادت ها زیاده، نیرنگ های سادات تازی زیاده، به در و دیوار دارن میزنن که شهبانو حرفش رو پس بگیره چه بشه. اینا رو من همه در جریانم، ولی شهبانو مثل شیر قامت بلند در میدان بوده و هست. ایشون پس از اینکه شاهزاده رضا پهلوی خودشون گفتن که من نمیخوام شاه بشم، رئیس جمهوری بهتر میپسندم، اینا اومد تو میدون و بعدم قاطع اعلام کرد که نور دختر ایشون ولی عهد خواهد بود. نکته در رابطه با نور میگن، من تو برنامه خودم صدای نور پخش میکنم، اینجا دیگه وقت نداریم. نور فارسی خیلی خوب صحبت میکنه، مثل ایریانا دختر شاهزاده علیرضا. نور فارسی صحبت میکنه، صداشم روی اینترنت هست، بذارید نور فارسی صحبت. حالا میان 1001 توته میخوام بکنه که این مسئله رو ماسمالی کنم. شهریاری به ایران برمیگرده. آقای شرفشاهی، حزب و قوت و قدرتی که پشت سر شهبانو هست و این شهریاری رو به ایران برمیگردنیم، میدونی چه قدرتی است؟ این امشب من دیگه میگم، چون امشب باید اینو به شما بگم، به دنیا اعلام کنم اینو، این راز رو امشب من پرده برداری میکنم. 3 سال هست که جهان نو، استعمار نو تلاش کرده که ایران رو نابود کنه. با جنگ ایران عراق شروع کردن. قبل از اینکه جنگ ایران عراق شروع کنن، عمرای ارتش ما رو کشتن، خلبانا رو نابود کردن که ایران ضعیف باشه، حمله میکنن دشمن جلوس مثل اوکراین. اما عمرای ارتش رو، افسرها رو، چندین هزار نفر رو اعدام کرده بودن، کشته بودن، اما چون بدنه ارتش شاهنشاهی وجود داشت، این بدنه ارتش شاهنشاهی ما سپاه و فلان اینا رو ساخت، آموزش داد، تربیت داد، کرد همون بسیجی ها هم اونا رو، اینا رفتن جبهه جنگی در 8 سال ایران رو آزاد کردن. و همه الان من با بسیاری از بچه‌هایی که قهرمان بودن، سردار بودن، بجز این اراذل و اوباش مثل محسن رضایی دیگه که هستن، اونایی که واقعا می جنگیدن، من باشون دوستم، رفیقم، در تواسم، صدها نفرن اینا، صفحه و سایت هم دارن، از شاه پادشاهی هم حمایت کردن، شدید هم میزنن نظام جمهوری اسلامی رو. اینها بودن که
تربیت یافته ارتش شاه بودن، چه اونایی که سربازی رفته بودن، چه اونایی که بعد ارتش اینا تربیت کرد. یکی از فرماندهان ارتش، عمرای ارتش، چندی پیش اومد این راز رو برملا کرد که آقا همه کارا رو ما کردیم، سپاه گذاشته به حساب خودش، این طفلی رو اذیت آزار کرد و اینکه ما الان نمیدونم ایشون کجا تشریف دارن. یعنی چون اینا زیر فشار بودن مجبور بودن کاراشون رو پنهان بکنن. حالا این پنهان کاری ارتش شاهنشاهی ایران رو از صدام حسین نجات داد و صدام حسین رو بدار زد. دوم، اینا اومده بودن اگه یادتون باشه میگفتن آقا چون ما مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم، هیچ کس هم به اندازه سیاوش اوستا از نظر فکری، ایدئولوژیکی و تلاش‌های پنهان در رابطه با سقوط این نظام توی 43 سال کار نکرد. من از روز نخست حتی از به مجاهدین ایراد میگرفتم که شما چرا با اینا مماشات میکنید، اینا رو باید بزنید. بگذارید آقای شرفشاهی، ولی ما خواهان حمله به ایران نیستیم که به ایران حمله کنن، مثل که الان عراق رو وجود شده در بداغون تیکه پاره دارن همدیگر میکشن، یا مثل که به اوکراین حمله کردن، مثل که به افغانستان. ما ایران نمیخوایم. پس چون ارتش شاهنشاهی پنهان این رو نمیخواد و نخواسته، اینها پنهان و زیرکانه 43 سال ایران رو حفظ کردن با ذکاوت و زیرکی که در همه جا نفوذ دارن. یک نفوذ شما امشب به شما میگم، یک نفوذشون نفوذ دارن، قدرت در ارتش شاهنشاهی ایران. شعبانی که میاد تو میدون الکی نمیاد تو میدون. اینها بعد از اینکه جنگ ایران و عراق تموم شد باز میخواستن به ایران حمله کنن. جورج بوش گفت ایران شیطان عکس مال یعنی بدی داره اونجاست. ما میخوام همه منتظر بودن، آماده بودن که به ایران حمله کنن. یه دیده بیه این رفت افغانستان رو زدن. افغانستان که زدن کنار سربازای امریکایی همین نیروهای نظامی ایرانی بودن که طالبان اون موقع 20 سال پیش داغون کردن. باز گفتن ایران این دفعه دیگه میزنن، ژانویه میزنن، میزنن. یه های دفعه رفت صدام حسین زد، عراق رو زد. همینطور زدن ها ادامه داشت تا که وقتی که داعش رو ساختن، دو نفر دو سال قبل از داعش اعلام کردن که دارن اینا یه ارتش رو میسازن. یکی شادروان رفیق من و شما پرویز قاضی سعید بود و من، ما اعلام کردیم چه شر ارتشی دارن میسازن که میخوان به ایران حمله کنن. بعد اینها رفتن این جنگ رو به جای ایران در سوریه، عراق و ایران دست نخورده مون. همون موقعی که داعش داشت تموم میشد دوباره باز حمله به ایران مطرح بود، آمدن یمن رو ساختن با عربستان سعودی، ارتش شاهنشاهی ایران. آقای شرفشاهی عزیزم، استاد، اینجاست رو به قضیه. هنگامی که دیگه چند ماه پیش، 7-8 ماه پیش میگفتن دیگه این اسناد پیدا شده و اسرائیل هم در ایران نفوذ داره چه و چه، ایران رو میخوایم بزنیم، با عرب هم صلح شده در منطقه، ایران میخواد بمباران بشه، که این آقای الی کوهن رئیس سابق موساد هم امروز اعلام کرد گفت ما خیلی ضربه زدیم به جمهوری اسلامی اما نتونستیم بهش حمله کنیم. خب حمله نکردن که ایران رو، یعنی پارشگاه رو بزنن، همون کاری که با سوریه نکردن که داغون شده و اوکراین کردن. اینجا ارتش شاهنشاهی چه ذکاوتی به خرج داد؟ این چهار تا گونده شپشو و که پشت خودشون نمیتونن بخارونن نیستن که ایران کردن. این ارتش شاهنشاهی پنهان در درون کشور اینها این بار اومدن برنامه و نقشه ریختن، همه به اوکراین و پوتین رو ترتیبش رو دادن. برای شوربختانی یک مملکت، یک مردم ویران شد و این جلوگیری شد از حمله به ایران. آقای شهرتی یه فیلم داره 2 دقیقه است، آقای شرفشاهی شما ببینید اینا چجوری اونجا حمله کرد ارتش شاهنشاهی. یک آقایی هست به نام الکساندر دوگین، ایشون شما میشناسید، دخترش هم هفته پیش کشته شد در چیز، میگن مشاور پوتین و فیلسوف و تئوریسین اصلی ناسیونالیسم نوین روسیه است. ایشون رهبر ارتدوکس هم هست، استاد دانشگاه در روسیه و در تهران هم هست و یک شخصیتیه که همه میگن این پوتینه، پوتین هر کار میکنه از این. حالا این فیلمی که میبینید، میبینید این آقا آدم ایرانه، مشاور پوتین هست اما مطیع و مرید ایرانه. خب الان هم شوربختانه یک مثل شپشی سادات تازی جنایتکار حاجب هم، اون هم مثل ارتشی های ما، مثل زرتشتی ما که در داخل ایران هستن باید بگن آره اسلام خوبه، اون خوبه، اینه اینجوری میکنه. این فیلم 2 دقیقه است، شما ببینید که این بابا که همه کاری پوتینه از تانک این رو
تحریکش کردن، این رفت پوتین گفت حمله کردن به اوکراین که حمله به ایران صورت نگیره. و الان من بهتون میگم با حمله به اوکراین این حرمزاده رو اگه ما زود نندازیم از قدرت، ما باید اینا رو بندازیم الان که شهبان اومده تو میدون، وگرنه اینا 100 میلیارد دلار در سال پول میگیرن از آمریکا، برجام رو امضا میکنن، نفت و گاز الان اروپا احتیاج داره، نمیتونه از روسیه بخره، از اینا میخره. برای همینه که من اعلام کردم که ارتش پنهان شاهنشاهی زنده است، سرجاست، سرپاست، با ماست و ما همه کلک ها رو نابود میکنیم. شما ببینید همین سند دو دقیقه رو آقای شرکتی عزیز اگه میتونم بذارم فیلم رو. مال فیلم رو نگرفتین؟ فیلم الان دارن. شرفشای مهم یارو روسه مشاور پوتین میره توی سالهاست میره توی راهپیمایی کربلا اربعین شرکت میکنه، صحبت میکنه، میگه تشیع آریایی، ما آرمان ما ارتدوکس ها اینه که این بشه. یعنی یک بازی استعماری و اینها از کانال اینچ که سمپاتی نشون میداد، اینها همچنان که میدونید نفوذ ایران در سرویس های اطلاعاتی دنیا یعنی ارتش شاهنشاهی، اگر ما این بار نتونیم این نظام رو ساقط کنیم، اعلام کردم بهتون ارتش شاهنشاهی پشت سر مردم، مردم نیز بایستی همراه بشن. گول اینهایی که سادات تازی پنهان بودن، ارتش شاهنشاهی پنهان داشتیم، سادات تازی پنهان هم داریم. آی شرفشاهی اینایی که تازگی اومدن به شهبانو انتقاد میکنن، حمله میکنن، ما میبینیم مجاهدی که رفته زندان میاد میگه آقا زندان نوش جانم، من از شاه عذر میخوام. بعد اینهای دیگه که ادعاهایی داشتن دارن، میبینیم آقا اینا پنهان با نظام بودن، اومده بودن کنار ما وایسن، مثل همین آقایونی که میدونیم که یه سر بزنگاه بخوان بهره ببرن. فکر میکنم برای این آقای الکساندر دوگین هست که آقای شرفشاهی استاد نازنین میبینیم که تعریف و تمجید داره میکنه از تشیع توی راهپیمایی اربعین هست و دفعه اولش هم نیست. حالا عکسا میاد میره میبینید هر سال شرکت کرده، مشاور پوتینه، پوتین از ایشون درس میگیره. تحقیق کنن دوستان میبینن دخترش هفته پیش به جایشون کشته شد، از یه فستیوال اومده بود دونه سوار ماشین شد بره، رفت باباش از اون جلوتر ورداره تو راه ماشین منفجر شد. اسم دخترش جناب شرفشاهی بود، دریا، اسم ایرانی، چون عاشق ایران تو هستی. اینا میگن مینویسن داریا، داریا اسم مرده، اونم پارسیه باز، ولی دریا بود اسم دخترش، کشته شد 29 ساله. و از کانال این
ارتش شاهنشاهی ایران برای که جلوگیری کنه از حمله به ایران که ایران نابود چه مثل اوکراین بشه، مثل عراق بشه، مثل چه بشه، با اوکراین حمله شد و الان موقعشه که نظام از بین بره. یعنی الان اگه نظام از بین نره با این امکانات وسیعی که در رابطه با جنگ اوکراین اینا به دست خواهند آورد و نزدیکی، الان یه نکته دیگه هم من بگم تو پرانتز، الان اینا دارن با سعودی هم صلح میکنن، یه سری کوتاهی های اومدن و از طریق عراق، این همین بیسی که ما میبینیم در عراق صورت گرفته، نه شرفشاهی، چون مقتدی صدر از زمان صدام حسین بعثی و هوادار اشیایان صدامی بود و سعودی، اینها یک ایشون دلارای سعودی رو میگیره پخش میکنه، اون هشت شبی و اینا دلارای من و شما رو پخش میکنن. بعد اینها تو معادلات نوینی که میخواد رقم بخوره، ما اگر میخوایم این معادلات رو به هم بزنیم الان بهترین موقع است که شعبانو که اومده تو میدون، چون شعبانو هم درود دارم به این زن دلیر و شجاع، تنهاست، فقط تنها چیزی که در جهان داره شهبانو، یکی از این خواننده ها من گفت، من که کسی رو ندارم جز مردم، مردم ایران الان با شهبانو هستن اکثریت، یک عده که میان چیزی می‌نویسن عادات تازی حزبی هستن و پنج زن رعنا، پنج تا زن رعنا و پسر شاهزاده رضا پهلوی که سخنگوی بسیار خوبی است برای این شهریاریه که ایشون شهریاره، چون ایشون نایب السلطنه بوده شاه، الان نواهای ایشون چهار تا نوه داره و فرهناز عزیزم که درود دارم به این دختر که فرهناز مظلوم مونده، این خانواده زیبا مردم ایران شما میخواییم و با خرد و خردمند شهبانو زمان پادشاه هم خودش جناب شهبانو میدونید یه بنیادی داشت، این بنیاد خودش تشکیلات دولتی بود، مدیریت بلد شهبانو، شهبانو الان توی 43 سال ببینید چه مدیریت قشنگی کرده، هر سال دو سه تا مصاحبه خیلی خوب، بعد الان با یک تلویزیونی که تقویتش کرده میکنه، چه اطلاعات خوبی، خاطرات و همین رضا شاه رویتشاد، از جمله‌ای که من به شما بگم رضا شاه رویتشاد که همینجوری در نیومد یهو تو هوا، اینا من و یارانمون در ایران جناب شرفشاهی 20 جلد کتاب رضا شاه تو ایران چاپ شد، 20 جلد مال غنی، مال داوود بهبودی، مال شخصیت‌های دیگه به نام رضا شاه، در ایران فیلم‌های سینمایی ساخته شد 30 ساعت چند تا قرض گفته می‌شد، اما 2 دقیقه نشون می‌داد که رضا شاه آخونده رو کتک می‌زنه، 12 تا فیلم اینجوری ساخته شد توی سال‌ها، ارتش پنهان، ارتش و دولت پنهان شاهنشاهی در ایران فعال بوده، در کاخ نیاوران موزه شهبانو فرح رو بچه‌ها ساختن، این است که مردم میخوان ایران آزاد بشه بایستی بیرن تو صف و از ارتش شاهنشاهی به رهبری شهبانو حمایت. گازی که اونجا هستش داره تولید برق میکنه و برق و جمهوری اسلامی سال هاست که به عراق قرض میداد و اونجا پول میگره، الان اون تلاش داره میکنه که از طریق این گاز خودشو نجات بده و به هر حال این مثلا الان یه بحرانی در داخل عراق هست، برای اینکه اینا نمیخوان که اینا مسائل گازشون و درآمدهای گازی اونجا پیشرفت پیدا بکنه، حتی به کردستان عراق هم ماجرا کشیده. بله جناب استاد شرفشاهی، من تازه ترین رویداد روی که برای عراق است با آقای شما مهربانیار و بینندگان نازنین برسونم، مقتدی صدر اعلام کرده بود رفت بس نشست و خیلی گفتن رفته ایران، نرفت ایران، همونجا بود، گفت که آقا بکشین از منطقه سبز بیرون، یعنی به نیروهای خودش، چون نیروهاش از دستش در رفته بودن، زد میزدن و میکشتن، چون نیروها همشون حیوانی چون ولی هشت شبی یا این سرای سلام، اینا دوتاشون دلاری هن، دلارای عربستان سعودی و ایران است که مردم گرسنه رو تفنگ میدی دستش میره تو خیابون، هر دوتا هم شیعه هستن، جالبه که شیعه ها به جون هم افتادن و تا حالا 30-40 نفر هم 50 نفر کشته شدن، اعلام کرد که شما بکشید بیرون، اول گفتید برید منطقه سبز رو بگیرید، یعنی منطقه اصلی حکومت که سفارت امریکا و کاخ نخست وزیری ریاست جمهوری اونجا، اینا تا وارد شدن اونجا رو گرفتن، یهو از اون پشت میس که قرارا رو بستن، اینا اعلام کرد که آقا بیاین بیرون، اگه نیاین بیرون من از حزب خودم میام بیرون استعفا میدم، بیاین بیرون من دیگه استعفا دادم، اصلا دیگه سیاسی هستم کار نمی کنم، اینا اومدن بیرون الان و حکومت نظامی در عراق جناب شرفشاهی
لغو شد و الان تمام شهرها خالی است. خوشبختانه با مهر یزدان پاک این جمهوری اسلامی ندونست امسال اربعین بره الکساندر هارم با خودش بره، حالا نادر طالب زاده شونه که کشتن رفت. یعنی الان جریان عراق جناب شرفشاهی فیصله پیدا کرد، چون این مقتدی سعد یه آرتیست درجه یک هست، من میشناسمش، باباشو میدونید صدام کشی رو با صدام کار میکرد، همه چیز الان رو دلاره، کیسه های دلار رو بیارن قضیه حله. حالا الان عراق حکومت نظامی که در شهرها برقرار کرده بود برداشت، مقتدی صدر هم از منطقه سبز نیروهاش اومدن بیرون با اینکه کشته و تلفات داده بودن و خلاصه حالا باید ببینیم از فردا دولت چطوری تشکیل میشه جناب شرفشاهی در عراق. بله امیدواریم که ماجرا به همین